برام خداوند بزرگ توانا. سلام علیکم بیننده عزیز، با برنامه قاب گفتگوی این هفته خوش آمدین. آرزو دارم که هفته به خیر و با عافیت و به سلامتی سپری شده باشه و جمعه خوش را هم سپری کرده باشین و حالم ساعت 6:30 بجه و قاب گفتگو. و در اینجا یک چوکی هم خالی است. کجاست باس؟ مجیب نامد. مجیب امید. امید کجا؟ یک دفعه پوپل می. یک دفعه پوپل می. یکی پوپل بیادر می. اونو بیادر می. پس سبت است. سلام. نکو نکو. ولی وقت نیست. عبدالحی ویری دیوانه شده. آه من تو در کبازم. سلام بیادر. سلام. 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 خوب بله. سلام علیکم. خوب بسی بیادر. سلام علیکم پوپل جان. سلام. شما خوب هستید؟ خیلی خوب هستید. شکر. چی ما پشت پوپل میگشتیم. خود کی هستی آمدید اینجا؟ فکر کنم استعدادت از دست دادی. حافظه. حافظه را از دست دادی. پوپل جان اینی گلاس است خوب؟ اینی قاب گفتگو است، اینی موبایل است، اینی شیشه است. اونی که در... آبد! جور نامدی که تزو؟ این آل آرسی قاب گفتگو در طلوع تو کار میکنی یک وقت تو یک وقت در طلوع کار میکنی حالا در قاب گفتگو هستی تو برنامه داری تو بیادر قندم که تو دوستا و که تو پره یک مانم در کلام سال هستی من بله یک سلام علیکی باش که دوستا که ما دیر شده تقریبا یک مو میشه گفتی قسم جان در کلام سال هستی 2015 2015 2015 یک سلام علیکم یادم میاد یک سلام گرم خدمت دوستای عزیز که ما واقعا دق شده بودم پشت شما پشت همکارای عزیزم پشت حفیظ جان پشت فرزانه جان و همچنان قسیم جان و ابراهیم جان و عابد و آرزو میکنم که اوقات بسیار خوب و خوش را سپری کرده باشین بازم من در برنامه هستم و خوب شد که آمدید نه حافظه دیگه حال بجا دوای تا میخوری حالا تبلیت تا نه تبلیت ها را ماندیم دیگه حالا یک بات پوپل دیگه کارش کلان سر پروژه کار میگه چطور شدم پروژه المان خواه تشکر از ازی که بعد پروژه هم که تمام کنم میگروزه خوب است که پوپل جان داریم با خود به خاطر که سه هفته بود نبود و مجیب جان و امید جان بود ازشان تشکر میکنیم کمکاری کردن و پوپل جان پس آمدن و برنامه خوش آمدی پوپل جان و راستی یک گپ بسیار مهم است باید بگویم که مهمان ویژه ای هفته ما دوستای عزیز استاد امان اشکریز یکی از شخصیت‌های بزرگ تمثیل و هنر افغانستان و باید که مشهور شو بگیم بله شهرت شو بگیم یکی از ممثلین باش ما بگیم برتان ما برتان بگیم احساساتی نشین مشهور به مرزا قلم مرزا قلم معروفه که فوق العاده شهرت داشتن نمایشنامه های رادیویشان و اگر یاد ما نیست یاد پوپل جمع تقریبا سه نفر شاید یادش باشه فرزانه جان از یاد بردید فرزانه جان همیشه میشیشتن و پاشای تنفیزی باز با ما قسم میکنن حالا واقعیت بگویم بله با اصطلاح همه گی که بشناسن مرزا قلم من روز در رادیو تلویزیون ملی کار میکردم که پیش ما آمدن او بشک خب یعنی که سر تو نقل زیاد است یک فیلم دیگر قصه شکر در اشتاد و پنی تو هم هستی دیگه سی یک فیلم قصه شکر 50 سال پیش حالا دفتر تهران سفید بود خب تشکر از ای که دوستا با ما هستن و منتظر باشن بخش مهمان ویژه ما بسیار جالب خواهد بسیار قصه شیرین خواهد داشتیم شما ما همراهی کنین و آب جان بسیار خوش آمدید و افتخار آبد عزیز قدرمنو دوستانو له خیر سره زموږ خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم چیرته چې هسته خوشاله خندان اوسئ خبر ده د افجان چې رښتیا دغه نن سبا زموږ او تاسو دغه ډیر دوستان له خیر سره مکه مازمې ته زیارت ته کنه د اجل لپاره مراسم د څو سفر تلې نو خبره ده د افجان چې دغه اوس دغه ډیر کسان چې دغه ولایتو کې دي کنه مشکل دلته دی په ولایتو کې ژوند کوي خو د مرکز نه پروازي نو دی تقریبا یو میاشت مخکې 15 ورځې مخکې دی غواړي دلته خپلوان نه یي دلته څوک نه یي دا به شپه مسجد کې پاتې کیږي یا به چمن کې پاتې کیږي پوه شوې دغه مشکلات ما ولې چې کله پروازي داسې نه وایي چې موږ خلکو ته نصیحت کوو که نه چې کله پروازي په هماغه ورځ دې وغوښتل سي دا به ښه خبره وي یو دا خبره ده او یو بل چې مثال پخوانی وختونو کې
څوک چې هشته تله هغوی باید پیاده تللي وی نه چې مثال پیاده هغه تیاره او دا شیان نه و بلکل یعنی چې هر څومره بلکل هر څومره چې زحمت سړی وباسي هماغه نه یعنی اجر زیاتېږي نو خیر ده که یو څو ورځې پاتې کېږي اما دام انشاءالله چې جوړېږي له خیره سره ځکه چې تعداد ډېر دی چې ټول راشي دلته او دلته اوسي او ځای ولري حافظ جان مشکل عمده را پیشتر آبا جان یاد کرد بسیار کسایی که من خودم شاهد هستم که در خود مسجد اونا موجه جای آوار کردن دو روز سه روز در موجه پروازشان تال خورده پرواز دقیق نبوده مثلا پرواز کنسل شده مثلا راستی گپ فرزانه جان که اگر چقدر زحمت کس میبینه ما قدر ثواب زیاد است صحیح است که مثلا ثواب زیاد است منتهی نمی قدر مشکل است که نه مثلا بسیاری خانه نداره بسیاری از خود بیگانه نداره و کسی که در مسجد می نماز می خانه و عبادت میکنن بر زونو هم یک چیز مشکل دقیقاً میشه خب خیر خدا کنه که بخیر یال شو و فرزانه جان خوشبخت میگه شکیرای کابل یک سلام گرم خدمت دوستای عزیز برنامه ما و انتظار دارم که خوش آرام باشین هفته که گذشت هفته پیروزی بود حفیظ جان واقعا همگی خوش بودن با خصوص مادرای عزیز بسیار زیاد خوش بودن که افتخار آفرینای ما را داشتن یک موضوع دو دفعه سر ما زدی دیگه نه خواهیم یه هفته پیروزی است دیگه قاسم جان خوش آمدید به افتخار قاسم و وقت بسیار محدود قاسم جان خوب جان بسیار زیاد خوش آمدید بسیار یک دنایفون به فوتبال را نفر از سر کامل حفیظ جان خانم فرزانه بازم سلام برای خودتان سلام به دوستان عزیز خواب گفتگو از دیگه حفیظ جان فکر میکنم وقفه سر مرزید مستقیم برو در وقفه شروع میکنیم صحبت ها را با میمان عزیز ما که رسیدن با ما هستن و شما یک وقفه را ببینین شاید بسیار مشکل هم باشه که طول وقفه کل دوستا منتظر باشن به بخاطر دیدن چهره بسیار مشهور بعد از یک مشهور شانه چهره مشهور و خود شخصیت بسیار مشهوره که چهرهش تا بال بسیاری دوستان دیدن بعد از یک شرنگ بعد از وقفه دوباره خوش آمدید دوستان عزیز و برنامه قاب گفتگو و مهمان ما رسیدن استاد امان اشکریز معروف به مشهور به مرزا قلم یکی از پارچه های یا نمایشنامه‌های تلویزیونی یکی از سلسله هایی که بود در رادیو تلویزیون ملی افغانستان تقریبا چند سال قبل دیگه که سالهای دقیقش یادم نیست بسیار خوش آمدین سلام بر شما و بسیار خوشحال هستیم که شما را داریم در برنامه امروز خوش آمدین به برنامه شما سلامت باشین من میخواستم آغاز بکنم به نام آن که ما را جسم و جان بخشیده است قوه نطق و بیان بخشیده است زنده باشین ما پیش از اینکه شما حرف داشته باشین امیدوار هستم پیش حرفی نکده باشم برای همه بیننده های عزیز تلویزیون طلوع خاصتا پروگرام مشخص قاب گفتگو احترام عرض می کنم و برای همه دستندرکاران بورد تکنیک و نشراتی برای همشان احترام مجدد و از دیدار هر کدام شما امیل از خود خوشبخت و خرسند است زنده باشین تشکر اشکریز ما خوشبخت هستیم که همراه شما شیشتیم و شما در برنامه ما آمدین راستی نگفته نمانه که ما بسیار خرد بودیم و برنامه شما را که مثلا در رادیو بود میشنویدیم و ما یک صحنه ای را که میشنویدیم که بسیار مرا مزه میداد ما لذت میبردم از او وقت ما کدام وقتی که مگم میشنویدم که مثلا شما تمثیل میکردین که آسف بلی سب نیسب قربانت هست آسف نیسب سب وی سب یه بلکل سب شد سب آسف من میکتی خود میگفتم اگر مرزا قلم این می رقم صحبت میکنه حتما که تزی دستم چیز میکنه حتما میکنه چه امکان نداره من خوشم می آمد زیاد و این پارچه بیاین از او دوران صحبت کنین اشکری صاحب که ای خودم این مرزا قلم چی تو به ذهنتان خطور کرد و این نمایشنامه را ساختین بالاخره ای بسیار مشهور شد در او وقت فوق العاده مردم دوست داشتن مشتاق بودن این را بشنون از او دوران صحبت کنین خاطرات جالب من فکر میکنم همونطوری که بسا از بیننده های عزیز ما مطلع هستن پروگرام مرزا قلب 40 سال پیش از امروز ما این پروگرام آغاز کردیم
40 سال پیش از امروز برای اولین بار پروگرام مرزا قلم از سن کل ما کرده آها یکانو آب جان یادش هست که پیشتر گفتن یاد من نباش از فرزان جان که معموجه کار میکردم را تلویزیون ملی که آقای اشکری سبا مرد 18 سال هم در 18 سالگی وجود کار میگرفتن بله 48 را جمع بکنیم جمع میشون بیان که اشکری سبا صحبتار ادامه میتن من میخواستم عرض بکنم که برای اولین بار پروگرام مرزا قلم که ایجاد شد میتونم بگویم این پروگرام هدفش فقط و فقط مبارزه علیه بیروکراسی، کاغذ پرانی، رشوت ستانی بله. این نیست که امروز این حرفا به اوج خود رسیده از زمان آل حضرت محمد زاید شاه پروگرام ما آغاز کردیم در زمان سردار محمد داود شهید این پروگرام اوج گرفت بله. هدف ما فقط مبارزه علیه بیروکراسی مبارزه علیه کاغذ پرانی مبارزه علیه فساد که امروز سر زبان هاست این مبارزه علیه فساد دو وقتی مثلا رشوت میگفتنش معنی حالا فساد میگنش فساد اداری میگنش یعنی حالا دیگه این بالکل مقام اولا تفاوتش ای از خدمت شما عرض بکنم که مرزا قلم دیروز ما همیشه در صحبتهای خود عرض کردیم اگر ده دانه تخم مرغ یا یک دانه مرغ میخواست مرزا قلم امروز دیگه فیلا رو میخوره و آرق هم نمیخوره چقدر تفاوت آمده بله تفاوت زیاده با اون حساب ما برنامه را آغاز کردیم اولین پروگرام را که نوشت نویسنده متن زی آقای نبی پاکتین بود یادشان بخیر با پروگرام ما رفتم یه وقت ما اجرا کردیم دیدیم که زیاد علاقمند رادیو پیدا کرد بعد از اون پروگرام مستقل شد و خودم هم نویسنده متن بودم و هم اجرا میکردم پارچه های مرزا قلم پروگرام هر پنجشنبه پروگرام ما نشر میکردیم ما فکر میکنم شما هر شنیدیم چند ساعت نشر میشد مرز میکنم من میره برتان پروگرام مرزا قلم وقت ما به رادیو آغاز کردیم نیم ساعت پروگرام برای نیم ساعت ما تهیه میکردیم خودم از اون وقت تا حال نظر دارم که برنامه ای که ارانچه کوتاه‌تر ولی پرمحتوا باشد خاصتا آلی که دیگه بیننده حوصله بسیار پروگرام های نمیفهم چهار ساعته و پنج ساعته را ندارن باز اتر از صفحه کتاب که مطالعه میکردم میخواندم که اگر در یک جای اصل صحبت میگه وقت صحبت میکنین با یک کس بهترین صحبتی که بشنوه شنوندید و ببینه 15 دقیقه است اصلش اگر بخوایی که کمک ازش فاصله بگیری نیم ساعت صحبت کن اگر بخوایی که اونا فاجعه کشیده برن و تو صحبت کرده بری برای تایم خواهد دیگه بله میتونی 4 ساعت هم صحبت کن بله. با اون خاطر باز من یک تنز نشته کرده بودم بعضی کسا هستن که اول تا 100 دلار نتیش گپ نمیزنن ولی اگه باز گپ زد 500 دلار کار است که چوب شو. اشکری زم در اون زمانی که شما برنامه مرزا قلم آغاز کردین کدام پروگرام دیگه بود که به مسد سوی همی برنامه شما بود یا رقیبتان بود کدام برنامه جالب دیگه رادیویی بود من میتونم بگویم خب در اون زمان هم شنونده های ما کاملا شاهد هستن که در رادیوی افغانستان یعنی در رادیو تلویزیون ملی کاملا شعبات درام و دیالوگ بود درام ها بود سریال ها بود رادیو درام ها بود ولی مرزا قلم کاملا من میتونم بگویم که تیپا یک روش و یک مکتب بسیار نو بود خاص بود به مو خاطرم که اینقدر دیر ادامه پیدا کرد دلیلی که دارم پیدا کرد ما با کده بعض دوستای خود هر کشوری که بر میخورم با خانم ها با مرد ها مخصوصا با نسل جوان نسل جوان دلیلی که بسیار خودم خوشبخت احساس میکنم نسل جوانی که احمد زاهر نازنینه هیچ ندیده بله. ولی دوستش دارن بله. پرسان میکنی کدام از هنرمندا کی خوش داری میگه همش خوش دارم ولی احمد زاهر احمد زاهر دیدین نی باید دوری قصه میگه فقط مشناومش بله 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 از لحاظ تمثیل در بسیاری خانواده ها جوانایی را که من میبینم از پارچه های مرزا قلم خوش ما میآید خودت مرزا قلم دیدی نی چهل سال پیش برنامه شروع شده 35 سال پیش اوت داشته او جوانی که امروز 25 ساله و 30 ساله هست ما هم استاد تا بال شما را ندیده بودیم بله ولی علاقمندتان بودیم و نامتان ما شنیده بودیم و حال خرسند هستیم که میبینیم بله. آیا همی پارچه‌های تمثیلی که داشتین بله. اینا زیادتر سوال میکنم تاثیرات زیاد داشت بالای جامعه تاثیراتش میدیدین فوق العاده من برای شما یک حرف عرض بکنم به اساس لطف شما
بر اولین بار که یک سوژه رو ما نشته کردیم و بسیار اوج گرفت. این بسیار قصه جالب است که دوستای ما که شکار فعلا در رادیو تلویزیون ملی حیات دارن کار میکنن، خانواده هایی که هستن، مثال که ممیتون میگه سخن رو چو گفتی دلیلش بیاور. بله بله. ما بر اولین بار رفتم به اداره مکلفیت عسکری که ببینم از نزدیک امی مرزا قلمی دکتر. وقت هم دیگه چهره شما را ندیده بودند. چهره را اصلا تا نمی حالم. بسیاری آشنا نیست. بله آشنا نیست. من رفتم کجا؟ یک تعداد اشخاصی از رادیو تلویزیون که نه تلویزیون میخواست ایجاد شود زمان سردار محمد داوود، یک تعداد پروفشنل از تکنیک از نشرات نا که عسکریشان پورا باید میرفتن به عسکری، باز یک فیصله کردن که نا برن چهره شوند به عسکری خدمتی پس برای تلویزیون باشن برای از اینکه تلویزیون به کار شروع کنن. بله. ما رفتیم در اداره مکلفیت دیگه 8-9 نفر از بورد تکنیک است، در جمله از اینا خالد خدا ببخشه بچه سردار محمد داوود بچه رئیس جمهور هم در می جمله است که چهره میشه. ما دیگه استادیم میبینم این کسی که چهره میکنه کلگ استاده نفر اول به احتراممو بچه رئیس جمهور استاده کرده بودن کی برای چهره شوه و باید خدمتی پس بره. یک بار امی کسی که ششته بود طرف خالد روی خود کرد طرف بچه رئیس جمهور او بچه بسیار با تربیه بچه بسیار آرام با شخصیت بود. بله. یک باری برش گفت که عسکر میشی؟ گفت که او بچه رنگش سرخ. گفت بله میخوایم خودشون. گفت پس استوچو با ادب استوچو تو همین رقم عسکر میشی؟ حالا هر قدر دیگرها طرف ششاره میکنن کی خوشل آخره احترام شود بچه شاست و کتیش یک جای آمدن در نفر امیر گفت پس ساده کنی کلیم بد خورده اینه درست داد کلم زد نفر دیگه پیش شد بگو نامته او نام خود گفت ده چی کار میکنی؟ گفت کامرمن هستم کامرمن هستی خو ایره نشته کرد نفر دیگه باز نوبت چی رسید بچه داود خان این کامت بگو گفت نامته یه نامتون بگو نامته این نام خود گفت که محمد خالد نام پدر این نمیدونی که برد فقط بگوی که جنو نام پدر گفت که محمد داوود محمد داوود وظیفه پدر گفت رئیس جمهور باور میکنی که اینجا من دیگه نقش مرزا قلم که اصلا ورداشتم از اینجا یک بار سب این دیگه کلمت سعی کرد آل دیگرهایی که ساده واره بی حیا پس تو این رو برتون میگم همه قنه بیفهمید همه لیاقت استاد شدن پایی رو شما نداره دور استاد شدن بفرمایین شما در جای خود ما پیشنی ما شما رو چرا میگم آلی او یک بچه با تربیه که رنگ سرخ گشته و میگه نخیر پروا نمی کنه نه 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 ایچ امکان نداره آلی استاده ایری چرا نمی کنه با طرفی سعی میکنه عین پدر عین من اون امور امور لذت الهام گرفتم آمدیم رادیو ما پارچه را ثبت کردیم پارچه را که ثبت کردیم خالد رفت برای پدر خود برای سردار محمد داوود گفت که پنجشنبه پروگرام سر ماه هست ببینید هدف از سوال شما بود که ما پروگرام‌های انتقادی سر مبارزه علیه فساد بسیار داریم ولی کلش رسانه‌ای است در تلویزیون هاست در رادیو هاست در اخبار هست در مجلات هست بله این کلش رسانه‌ای است وقتی در عمل ما رای بیرون رفتش را پیدا نکنیم واقعا به گوش مقامات نرسانیم و مقامات هم اینطور نبود که باز بگویم مرا گفتی پشو مرا میگی پشو بر اصلاح جامعه باید انتقاد کرد و اونایی که میشنون نباید دیگه حاضر نشه انتقاد پذیر باشه چیز هست رضا صاحب که دو وقت گوش شنوا بود بله حالا بسیار مشکل است با مشکل پیدا میشه اشکری صاحب وقتی که شما اقدر شهرت داشتین همگی اطال جوانا شما را دوست داره خواهان ازی بودن که چهره شما را ببینن و من خودم کستای بسیار زیاد تا نه پدر جانم داره پیش خود یک درامی شما بود بسیار زیاد مورشونیده بودم پدرم بسیار دوست داشت که به خیالم شما برامو رئیستون گوسفند برده بودید قچ بود گوسفند نبود بازو سر از خوش بود بسیار... بمیدی که شاخ داشت باز بچهش زده بود بچهش زده بود ولی اینمو بسیار جالب بود و چرا وقتی که همقدر شما شهرت حاصل کردین بعدن تلویزیون ملی بود چرا اگر بار روی تصویر نامده من بر شما عرض میکنم در اون زمان که من برنامه های مرزا قلمه داشتم میشه گفت که تلویزیون تازه شروع بکن بله تازه بکار یعنی در زمان به سردار محمد داوود آغاز تلویزیون نشراتش امتحانی بود بله. امتحانی بله. ولی بعد از او بعد از زمان سردار محمد داوود شهید دیگه پروگرام های مرزا قلم استاب شد بله.
دیگه ما مجال نیافتیم بعد از داوود خان. چند سال دوام کرد پروگرام مرزا قلم که از زمان هفت سال پروگرام دوام کرد، هفت سال شنونده داشت، از زمان الحضرت محمد زاید شاه آغاز شد، در ختم دوره داوود خان پروگرام استاپ. بله، یک گپ دیگر شنیدم صاحب که امی وقتی که پروگرام تا نشه میشد شبای پنجشنبه بود. بله. پنجشنبه بود. بله. بازی به خلم تغییر خوردمی قصه از اونم بسیار جالب است. سه باری پروگرام تغییر کرد. بسیار جالب بود. ما بله. روزای پنجشنبه پروگرام میدادیم از ساعت 3:30 تا 4. بله. وزارت معارف وقت برای وزارت اطلاعات و کلتور یادداشت رسمی داد به شورای وزیران که از طرف پیشین دخترها و بچه‌هایی که مکتب میرن کلشان توندم یک ساعت درسی یک استاد تصادف میکنه برنامه، همگی رادیوی گوشکی میارن، فلهازا یک ساعت معارف هر هفته اخلال میشه. بله. باز خواهش کردن وزارت اطلاعات و کلتور پروگرام تغییر داد جایشه، آوردن ایره برای روزای جمعه ساعت 10 تا 2:30. بله. ما یک 4 پروگرام بر یک ماه نشر کردیم، تمام خانواده ها و وقتی که ایمیل و موبایل دیگه پا نبود به بوجی های خط سبز از مخابرات پوسته می آمد خط می آمد. بله. چندین بوجی خط آمد از خانواده ها که ما یک جمعه داریم، سر اولادار می شویم، نمی فهم مردم می گفت چوب می شکنانیم، خانمه کالاشویی داریم، مندهی می دیم، سودا می گیریم و این پروگرام مرزا قلم ما را این تذکار می کشه که ما نه سودا خریده می تانیم نه بعض هاست خواست فامیل ها، باز پس مجلس گرفته شد این پروگرام ما بردیم در پنجشنبه باز از ساعت 5 تا 5:30. بله. یعنی پروگرام اون قش شنونده داشت که بله. شنونده که پروگرام می آمد. بله بله. ما وقت شام طور که شما گفتین 3 بار پس پروگرام بسیار خوب. بله. خوب یک مطلع فعلا جور شده نو جدید که مثلا از خانم ها عمرش پرسانه و از مردار ماششه. بله. دیگه چیز است خوب سنگه پرسان کنیم چند سال هستین شما؟ در مورد سنم من فکر میکنم ما چندین بار که مصاحبه ها داشتیم با تمام کانال ها چه در افغانستان، چه در امریکا، چه در اروپا، در همه جای راستش تا حال ده هیچ جای نگفتیم. اولین روز است که برای شما میگم من چند سال هم بسیار خوب این مصاحبه که نمیال که شما دارم ما به تلویزیون ملی افغانستان این سوال از ما رئیس هنر ادبیات داشت که برای شما مکررن عرض میکنم که وقتی ما پشت میکروفون رادیو ششتم در استودیوی پل باغ عمومی بله فکس 50 سال و 15 روز میشه 50 سال و 15 روز میشه که پشت میکروفون رادیوی افغان رادیوی کابل افغانستان ششتم در چند سالگی ششتم پشت شما اینول اینی سوال دیگه به ژورنالیست خودتون تصور کنید که تصور کنید که به اصطلاح اسپانتون فارغ شده بودین با عرض میکنم من میگم به اصطلاح عام آدم چند ساله میباشه که پشت میکروفون بیشیده و در پروگرام اینو من فکر میکنم جالب عمیقه که دندانه از خودت است لطف پروردگار است در وجود انسان من فکر میکنم همه چیز به قدرت خداوند و احتیاط خود آدم هم شرط است من خوشبختانه به مثل سوال که خدمت شما قرار دارم تا حال یکی پیش دکتر دندان نرفتیم و یکی پیش یک دکتر ایک نرفتیم که تال نیافتیمش امی حرف هم با بازم به امرای آقای فیروز ما مصاحبه داشتم گفتیم امی تمام لوحه ها را شما نام خدا جوانا خو شهر کابل که بگردین از امی پل باغ عمومی شروع بکنین دور تا جاده اندرابی و جاده میوند که به هزارها دکتر نوشته است که دکتر امراض داخله که نمی فهم متخصص گوش و گلون که نمی فهم ارتوپیدی که اینم تو نوشته است یک دکتر 15 مرز دوام عرض می کنم ما ابیت نیافتم اتر لوحی را که نوشته باشه که متخصص امراض زبان هیچ و ایره به خاطر وقت پیش خود تحلیل میکنم زبان یگانه نعمت است که در وجود هر انسان هست ولی هیچ وقت آدم زبان درد نمیشه چقدر گپ خوبی که داره شما کم شدیده باشین که ولا رفتیم مریض بود با شفاخانه چیکار بود زبان درد هیچ شما نشدید متوجه شدین آقای اشریس که تمام تکلیف ها به زبان است اگر آدم زبان خوب داشته باشه من میره خدمت شما عرض میکنم بناهن یک نعمت خاص خداوند برای هر انسان داده شده که او درد نمی کنه یک دکتر نداره دو بله. تداویش هم دست خدا آدم است واقعا سه با دری اگر نشته بکنیم مثلا نشته میکنیم ز ب الف نون زبان
اشقریس میگه زبان گر خود بجا باشد زبان است، زبان گر خود بجا باشد زبان است، و اگر یک نقطه افزودی زیان است. بله بنا هم بله. اما حرف معروف که زبان سرخ سر سبز میدهد در بله. زبان سرخ او پپختو که هم یو دیر کلی مثال ده چه اخپلا جبه ام قلاده ام بلا اخپلا جبه ام قلاده ام بلا بیم سر زندگی شخصیتون که در کجا زندگی میکنین؟ چند فیلن در افغانستان هستین؟ در بیرون از افغانستان هستین؟ فیلن در افغانستان هستم به خاطر دوستا بفهمن. بله فیلن در افغانستان هستم به تلویزیون طلوع. بله فیلن و در مجموع زندگی خانوادگیم در امریکا زندگی میکنم در ویرجینیا. در اوجا هم خوشبختانه مصروف یک مقدار کارهای فرهنگی هستم. بعد از 23 سال بنابر دعوت رادیو تلویزیون ملی افغانستان یک بورد خواستن از آلمان بلد. از امریکا بلد. از جا ما هم در جمله او ایت آمدم برای بهسازی، بهترسازی خود نمیتونم مسئله ایت من نیست ولی برای بهسازی اگر بشوه یک تیم آمدیم اینجا برای رادیو تلویزیون ملی. بعد از 23 سال دوباره پس ما پشت میکروفون رادیو ششتم، پشت کمره تلویزیون ششتم و اجالتا میمان هستم برای یک چند روزه فقط بسیار. اگر بتونم یک روز هم برای احیای مجدد فرهنگ، برای رشد فرهنگ افغانستان یک روز هم اگر بتونم خدمت بکنم خودم خود آرام شما دیگه میمان نگوین خود صاحب خانه هستین شما زنده باشین. نشری صاحب از وقت شاه ظاهر شاه صحبت کردین، بعد از او بعد از اولین رئیس جمهور افغانستان که سردار محمد داوود خان بود از او وقت صحبت کردین، یعنی خاطرات بسیار شیرین به ذهنهای کسایی که سنشان زیاد است و شما را به وقت میشنیدن و ندیده بودن، یعنی خوشبختانه دیدن و با آرزوی خود رسیدن که امون چهره که امون کسی که نقش مرزا قلم به او زیباییش اجرا میکرد کی هست، بالاخره شما را داشتن در برنامه و ما خوشبخت و خوششانس هستیم که شما را در برنامه قاب گفتگو دعوت کردیم و برنامه فوق العاده ویژه بود و انشاءالله که بخیر منتظر می باشیم که یک سوال ما دارم میخوام بپرسم، اما دوستایتون کمرایتون بودن اونا هستن نیستن کجا هستن اونا؟ به دوستای کمرای به در پروگرام ها بودن میشه برای شما و برای بیننده ها عرض بکنم که در پروگرام مرزا کاپی بود و مرزا دلدار بود و گلباش بود که ملازم یا پیاده دفتر بود و اینا آله هر کدامشان، آقای احد عزیزاده که مرزا کاپی بود آله مسئول رادیوی تلویزیون آشنا در امریکا هست، آقای عاقل‌شاه پیمانی که گلباش پروگرام بود در آلمان مصروف امیکارها هست و خوشبختانه وقتی که جا آمدیم و اولین پروگرام را که ما چهارشنبه نونی میشه و نشر کردیم و شما دیدین حتما اگر فرصت داشته بوده باشین، بر اولین بار مرزا قلم ما کشیدیم تصویری ساختیم و هر چهارشنبه خدا بخواه هر چهارشنبه امی پارچه های مرزا قلم ما تصویری نشر میکنیم. بسیار خوب. بعدا وقتی ما سفرم ایجا تکمیل شوه و برم به ایالات متحده امریکا، اما تر تصمیم دارم که با یکی از تلویزیون های افغانستان از اوجا برشان هر هفته پروگرام های نوی مرزا قلم تصویری بتم و از امریکا برشان روان بکنم، یعنی ارتباط کاری خود کت مردم خود کت وطن خود کت وطندار خود قطع نمی کنم. اگر خود آدم دور است قدر بله بله یک جان تشکر اشکری صاحب از اینکه آمدین افتخار بخشیدین. پیشترم ما گفتم این صحبت بازم تکرار میکنم که ما با شما بزرگا و با کسایی که سرمایه هنر هستن فوق العاده نیاز داریم، به خاطر از اینکه توصیه کنن برای نسل جوان کسایی که میخواین در راه شما برن و انشاءالله که بخیر برنامه شما را بازم میبینیم، در انتظار از هستیم و از طرف کل تلویزیون طلوع تیم ما تشکر میکنیم که آمدین به برنامه. خوب بسیار زیاد تشکر خلوی صاحبی را که مثلا بچه داوود خان خالد عکس العمل اجرا کرده بود و پشت سر رفت، آلو گپانه سال بچه هرکی نادر قنده به ترافیک زده میتانه از کار زده بچه بلند پای باشه، حتی نادر قنده موتر شیشه یا ده هیچ گولهی بره گرفتن نیست. فقط با یک حرف شما من میخوایم خودم هم با شما و با بیننده های عزیزتان خدافظی بکنم که گویند که سنگ لعل شود، گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آره شود ولی به خونه جگر شود. همه چیز خوشبینان آدم ببینه، ما امیدوار هستم که بهتر شود انشاءالله. زنده باشه. بازم افتخار اشکری صاحب تشکر. زنده باشه.
دوست عزیز، صحبت ها بسیار شیرین بود، میخواستیم زیادتر صحبت کنیم. خیر، در برنامه آینده با اشکری صاحب خود بودیم. حال وقفه است، باز وقفه بخش دوم سوم برنامه. دوست عزیز، دوباره خوش آمدین. امان اشکریز، استاد امان اشکریز مهمان ما بودن و کل دوستا منتظر بودن که چهره مرزا قلم ببینن که بالاخره دیدن و کسایی که نو پیوستن ندیدن تکرار برنامه رو ببینن و در یوتیوب دوستای ما میتونن ببینن که برنامه را و با این چهره که فوق العاده مشهور بود باز هم آشنا شدن. آیستا جان، خوش آمدید به برنامه قابل گفتگو و بخش سینما تلویزیون. تشکر. من سلام تقدیم میکنم خدمت همکارای عزیزم بر پوپل جان و همچنان دوستای کامل زمینه بخش سینما. تنها بر پوپل جان، بخاطر که من سه هفته نبودم با او. سه هفته حافظه خود از دست داده. حافظه خود از دست داده. گلاس ملاس میگو. عابد چابد. حالا خاطر از اینکه اقتصادش خراب است، دو سه چهار جای کار میکنه. او روز پیش میگه بعد از کدام مرد کو خوشش میگه قصه تمی کنه میگه قصه بشنو. نرا روان بود فهمید کدام کی نه شکر میخورد شکر پاک میگه تو چیز میجوید بس پر سر گذر میداد. بس پر سرش چیز میگیره پوپل میگیره میجوید. بس بو بردا کا صدا کرد که چق گوشنا چوشمسی. گفت گوشنا چوشم کو توسی که چکاوم نه امرش نمیگه. تشکر بگو عزیز. تشکر زنده باشی. اینه بخاطر از اینکه پوپل ما زیاد دوست داریم. میفهمم دوست داریم. همه مردم دوست دارن. خب دوستایی که بیننده بخش سینما و تلویزیون هستین، دوستا در مورد دلیپ کومار میخوام که یکم معلومات بتم، چون بستری شده مریض است و می خاطر خواستم که یکم دوستا و علاقمندایی که بسیار زیاد دوستش داره و تعداد زیاد هستن فعلا مریض است. بله، فیلم بسیار زیاد مشهوری داشته و در زمانی که خودش فراموش نکنی استاد جان، خود درباره دلیپ کومار گپ میزنی، ما دلیپ کومار افغانی رو آورده بودیم. دیدم مرزا قلم دیدم. یعنی که با جور تر صحت از سنت ها گفتن که دندانای ما جور رفته که بس خودش هست. آه گفتن سنش 85 است. سنشان هم بسیار زیاد سنجش کرده بود. بسیار زنده داره سنجش که 85. بله، خب با تصویر ببینید دوستان، ببینید ما درباره دلیپ کومار ببینیم. در تصویر برام میگم دوستان عزیز، محمد یوسف خان که به نام دلیپ کومار مشهور است در سینمای بالیوود یا سینمای هندوستان، میبینید دوستان. خب چهره جوانیش هم است، چهره که البته کم محسن شده دیگه، سنن کلان شده و 90 سال عمر داره. در سال 1922 البته تولد شده و فعلا 19 سال است. سنش البته 90 سال است. 19 سال میگم 90 سال است. 90 سال است. ما گفتم از شروع میکنیم. دلیپ کومار در هر دهه زندگی خود، البته زندگی هنری خود، البته 60 فیلم در 60 فیلم نقش بازی کرده. فیلم های بسیار خوبی بوده در فیلم های سیاسفید. ببینید دوستان، بیام از فیلم هست که البته فیلم کلان بوده دیگه، فیلم خودی یا نوجوانیش نیسته. و اولین ستاره بالیوود هم دلیپ کومار بوده. سوپر استار بوده. بله، و 8 جایزه هم گرفت که البته تانوز ایچ هنر پیشی، البته تانوز نتانسته که همه قدر جایزه بیداره. خود اکتاوی های زیادستا جان، اکتاوی هست که بچه های فیلی که خود از زمین زمان میزنن نمیتونن اکتاوی دلیپ کومار کنن. و غیر از اینکه شاروخان تانسته تا جای رن. شاروخان بله. شاروخان هم سوپر استار ها و پرودیسر بسیار موفق است و فیلم های بسیار خوبی البته پرودیس میکنه، آماده میسازه و دوستا و همچنان مردم بسیار زیاد البته گفتم که دلیپ کومار سکته قلبی کرده و از بین رفته، مگر نه، خانوادش این خبر رد کرده و گفته فعلا مریضه، در یک شفاخانه ممبئی بستر است. بله، و اولین فیلمش هم فکر میکنم مغول اعظم است. بله، فیلم بسیار زیبا و قشنگ نقش بازی میکرد و بازم واقعا شفا بتشان. به خاطر از این چکچک کردیم که یکی از چهره های بسیار مشهور هندوستان است و سوپر استار بوده و همه مردم دوستشان داشت. دقیقاً. و یک چیزی میگن، یک شاعر گفته که نه میتاب نه دلیپ کومار نه کسی هیرو که بچه ام هی عابد عابد ام هی عابد عابد. خدا خط دلیپ کومار برابر کرده. ما فلانیا کجا میریم؟ خب دوستان میریم به سینمای هالیوود میریم. دوستان میبینیم که کدام فیلم در سینمای هالیوود، البته فیلمی است که قسمت اول، دوم، سوم، چهارمش آمده و سر قسمت پنجمش کار میکنه. قسمت پنجم هم البته تکمیل شده بوده که باید به بازار در 2014 البته دوستان به بازار میامد که مگر متاسفانه به خاطر که مشکلاتی که دایرکتر یا پرودوسر این فیلم داشت نتونست که فیلم البته ببینیم تصویرش به قسمت پنجمش هم رازی تا جان بوده خاطر که پوپل جان حافظه خود عزیز داده بود. بله، خب یک بار ببینیم و قسمت پنجم از این فیلم که به نام
صدف دریایی، دزدان دریایی مشهور بود. چه قسمت چک آمده بود کوپال جان و بنام قسمت پنجم شده به نام صدف دریایی و بسیار فیلم پربیننده است و فیلم بوده که هر قسمت از این پرفروشترین فیلم همون سال ختم شده و قسمت اولی فیلم در سال 2003 آمده بود، قسمت دومش 2006، قسمت سومش 2008، چهارم هم در 2011 و همچنان قسمت پنجمش یا در یعنی دقیق معلوم نیست که در کدام سال، منتها گفتن که در سال 2015 الا 2016 در بازار باید بیاید و اعلاناتی هم که در یوتیوب نشر شده بود پس جمع شد به خاطر که مشکلات زیاد را البته پروڈیوسر این فلم داشت. می‌بینیم فیلم هم بازه 2016 بله، در 2015 گفتن در این سال بودیم اگه انشالله بخیر به خوبی بعد از 2014 شما خوزی هم خبر شده که مثلا در ریاست جمهوری یعنی حالا کسی خود کاندید هم نکده انشالله پوپل جان خود سری چار وظیفه رو چیز پیش میبره پلان داره که به ریاست جمهوری هم خود کاندید کنم زنده باشی آستا جان تشکر از خودت بریم به طرف بخش دیگه از 40 سال باید کسی خود کاندید بگه سرش بالا باشه خودت خوشبخت تشکر از استاد جان از بخش سینما و تلویزیون و وقفه هست باز وقفه بخش دوباره خوش آمدیم به بخش ورزش ما و کارنامه های ورزشی افغانستان در طول یک هفته را فرخنده جان آماده است که بگوید که چی گپا شده بازم سلام خب سلام خدمت شما خدمت تمام دوستایی که ما رو میبینن باز هم خبرهای جالب ورزشی به دسترس ما است که تقدیم شما میکنم بازم اولین خبر در مورد انتخاب تیم ملی بسکتبال بانوان است میبینیم تصویر روی تصاویر با هم دیگه میبینیم بله قسمت میبینین مسابقات بسکتبال بانوان به خاطر گزینش چهره‌های برتر به تیم ملی برگزار شده که سه ولایت در این مسابقات شرکت کرده و تقریبا 130 ورزشکار از سه ولایت کابل، مزار، هرات در این مسابقات شرکت کردند و در نهایت 12 تیم به تیم منتخب بزرگسالان ملی انتخاب شده و 14 تیم دیگه هم 14 چهره دیگه هم به تیم 16 سال و این هم تیم 16 سال فوتبال افغانستان است که آمادگی میگیرند بر مسابقات که در اردن برگزار میشه مسابقات مقدماتی جام جهانی است و قهرمانی آسیا است. البته این تیم شرکت میکنن که در سال بعدی این دور مقدماتی جام جهانی است. آمادگی زیاد گرفتن تحت نظر مربیشان آقای وحید تمرینات خود امروزه پیش میبرن و قرار است به تاریخ 22 سپتامبر افغانستان به قصد اردن ترک بگه. یکی از مسابقات شان است که در مقابل کوایت البته بازی کردن این تصاویر از امون مسابقات است. مردم های مقابل گل زده. و این افغانستان سرخوش است که در این مسابقات ما یک گل پیشتر کسید گل دستاورد خوب داشتیم که سال گذشته تیم 16 سال مشارکت کرده بود ولی بنابر بعض مشکلات یکی دو بازیکن ماکسیمشان از 16 بالا بودن این تیم اصل شد و نتونست پیش بره خبر بعدی؟ تصویر بعدی رو در مورد یک ورزش بسیار جالب ولی در افغانستان چون امکانات کم است این ورزش کمتر فعالیت داره و کمتر بازی میشه ورزش هاکی است که تمامتان علاقه مند هستین انرژی زیاد ضرورت داره قوی فیزیکی و جسمانی بسیار مهم است با هم دیگه میریم روی تصاویر میبینیم قسمی که میبینیم ورزش آکی روی یخ در افغانستان بسیار کم ولی یک از ورزش های پرطرفدار در کشورهای ایالات متحده کانادا و فنلند و چک میباشه ورزش ملی کانادا به شمار میره و یک ورزش تیمی است ورزش بسیار مشکل است و البته سه عمل بسیار مهم است این ورزش باید هر ورزشکار سرعت داشته باشد تکنیک بسیار مهم و بسیار تکنیک قوی داشته باشه و قوی جسمانی فیزیکی بسیار بلند داشته باشه تا بتونه این ورزش را پیش ببره و معمولا در کشورهای سردسیر این ورزش زیادتر مروج است چرا که امو زمین بازی برشان مساعد است و کانادا یک از ورزش‌های ملی کانادا چک ایالات متحده و فنلاند به شمار میره این ورزش و امیر خود توپ از یک لش پارز این چیز هست نه؟ و از زمان بازی قسم است که باید 20 دقیقه بازیکنات البته 3 ست انجام میشه 20 دقیقه شمار میشه و همچنان بازیکنها در بین بازی بعضا برخوردهای فیزیکی هم با همدیگه میداشته باشه که مسابقه را زیاد جالب میسازه و قسمت گفتیم 64 کشور دقیقاً فاولای خود می داشته باشه ولی ببینید در این قسمت کلیپ هم جنگای انفرادی را می بینید در قسمت در این یخ آمد ولی می فهمید که با بوکس تبدیل شد آبد نباشه یکی زمین خب او یگان موضوعات است که تیم اتفاق می افتاد یگان مسابقات بعضا خشن برخورد می کنه ورشگارا مگم دیدیم که ریفری چیز نمی کنه نه نه مداخله نمی کنه حق نمی کنه سر یخ چطور بیایی
به خاطر امی قوی فیزیکشون زیاد از زیاد تمرین دارن هیچ نمی لخشن دا بین یه خامه هستن اگه مو باشن خلاص اون لخشیدگی هستن همون وسایل و تجهیزات که به ورزش لازم است اونمو مانع میشه دیگه و تقریبا 64 کشور جهان عضویت فدراسیون بین المللی آکی رو یخ دارن ولی کشورهایی که در صدر جدول قرار دارن از جمله کانادا، روسیه، چک، فنلند این کشورهایی هستن که همیشه وقت امتیازات خوب داشتن و صدر جدول از آن خودشون هستن. یا داره که به خاطر لیگ برتر به دوستا یکم بگیم به خاطر از اینکه چهره ها چهار تیم مشخص میشه کسایی که بعد دور نهایی را پیدا میکنن و لیگ برتر هم هفته آینده بسیار دور اساسی است فراموش نکنین. وقت خوش و صحبت های ما را همراه ارزینی چهره فراموش نکنید کسی که پوپل جانه که یک دم گم میشه با پس میان کجا بودی این سار باز بکنید برخی چیز ویدی شد فراموش نکنید قصه های ما رو با پوپل عزیز دوباره خوش آمدین دوست عزیز قاب گفتگو و ادامه برنامه خوشحال هستیم پوپل جان داریم پیشترم در چی گفتم گفتم که پوپل یک از چهره هایی که گم بود سه هفته اینا قصه کنین کجا بودی پوپل جان یک تره مشکلات پوپل جان احتمال میشه زیاد دوستش داری ما مال شما نباشین شما رو پسام میکنم ما سه هفته نمی باشیم ببینیم چه خیال میکنین آه کلگی تو نباشین یک هفته نباشین یک هفته بر دوستا بگویم بس دوستا یک سه هفته مشکلات اینا بود یکم مریض دارم میشه که مشکلات واضی کنی شفتالو کو کجا رفته بودی دماش جور نمادی آره ما بود بگم خب من خواهش دارم پیش از اینکه بگم خب بر دوستا میگم خب بس شاید بود که بعض دوستا هم گفتن یا نه که زیاد یا نه خودم واسطی شاید زیاد نه شاید خوب بود به خاطر در فیسبوک برای خودم در بالیوود گفتن رفتن کار میکنن در فیلم میگن که اون فیلم تازه داری اما گپ اصلی است که اگر بعض مشکلات پیدا میشه اگر آدم اگر رخصتی طویل مدت میگیره به خاطر دوستا ما رقم یک سه برنامه نبود به خاطر و یک خواهش مدارم سه هفته بعد اومدیم با یاوه جان خواهش تا این خواهش مرا پورا کنی چی خواهش داری؟ اونمو گپ نیپالا بگو قصه نیپالا بگو قصه نیپالا پیش میگفتم نمیتونی میگفتم در نیپالا فی جان قب خراسی بسیار تو بودند که از ما دوستا اوجه رفته بودند دیگه کسانی بودند ما هم رفته بودم باز من در روی تصویر هم نامدم و دیگه از تیاره من تا کنم تیاره تا کنم تکت ما جالی بود در کسی که رفته بود که بس که می آمد می داخل شد گفیره چی میکنی آبی جان که تمی نیپال تا شدم سرک میگم من موتر میگم آخر گفت دیگه هتل رفتم که بر ما نان آورد که میبینی که غوری میگم من جلیبی میگم من جلیبی از کجا شده شده جلیبی یک مسئله بسارم دیگه که بسار داغ از دیگه وقتا میفهمی که چی است؟ مسئله انتخابات است و ای که دوستای ما واجد شرایط هستن همیشه اعلان میشه یک گپ دیگه حافظ جان که دموجه که مثلا اعلان کرده که بعد بر رئیس ریاست جمهوری که مثلا کسی ثبت نام میکنه هیچ کس حاضر نشده در دو روز نه ثبت نام چی میکنین تا حالا هیچ کس در ریاست جمهوری خود کاندید نکرده و بسیار جای تجربه است سال که سالای گذشته چقدر زیاد نفر خود کاندید میکردم هر کس مسئولیت داره که بسیار دقیق رای بده برای کس رای بده که مو خودش میخواد و ببینه کارایش بسیار دقیق باشن بسیار زیاد یعنی بسیاری کسا میگن که مثال بارو بیاد هر که یک رای مد کجا را خواد گرد بگیرن یک رای هم میشه که سنانش تعیین کنه و من خودم هم ما شما دوستا باید اگه کارتای ما چی از بریم کارت بگیریم با خاطر انتخابات و اشتراک کنیم و ان شاءالله آماده باشیم امروز بس کجا بس کدام جایی که ما میامدم در مکتب کارت توزیع میشد ما اتا استاده شدم پرسان کردم که چی گپ است جنگ است گفت نه کارت میده بسیار زیاد افیش جان بیروبار بود و هر کسی که مثلا نبده بود و الان 18 شده و به در قند ما موج استاده است و کارت میگیرن نه گفتن ما نه که کسی مثلا اگه برای خود کمپین میکنه اگر کسی برای ریاست جمهوری خود زواده موتر میبره تا میکنش که بگیری کارت خب خب بر صورت کمپاین ها هست رقابت های انتخاباتی هست در هر دنیا در کل جهان رواج است نیست که در افغانستان باشه هر کس کمپاین خود کنه زحمت خود بکشه در یک کشور کس مثلا ایران امریکا اینجا که مثلا دیدیم شما بودیم دیگه موجه یک چند بودیم کمپاین انتخابات ریاست جمهوری دو نفر سه نفر
گفته اشکری صاحب گفت ما فکرتون باش که من یک وقت معلم بودم در جیب گفت ما استادا را درس میدادم اما گپشان از یاد شد بگن گفتن که شغل اصلی ما دشنالزم بودم بعد از این گپ پس برزی آوردم کلام ما استادا را گفتم بس از دیگه گپ خدا می گویندم که شما جان نقش یک معلم ابوزی میکنه یا گپ دیگه میاد تا نرفیز جان که از پوپل جان وعده بگیرین که باسه یک تگم نشه نه 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 گپای فرزانه جان این پسن پسن وقت خودت میخوای که باشه خلاص باز گپ شما خاطر است که شما ما وقت نمیدین من مجبور پوپل ما موتیور دنج ولچک میکنه پوپل نباشه و دوستای کلاخمند هستن از طریق عبدالحیور از طریق فیسبوک پیام بگذارین پیامتون ما میخوانیم از طریق یوتیوب چنل رسمی طلو میتونین ببینین برنامه تلویزیون طلو را و همچنان از طریق 456 پیام خود بگذارین که روی پرده های تلویزیون شما است ایمیل آدرس ما قاب گفتگوهای طلو دات تی وی و همیشه خوش و موفق و سرفراز باشین خداحافظ طلو خداحافظ غروبم خداحافظ سرزمینم هی هست و بودم زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان Oh, the ghost of love.